خیلی هاتون پرسیده بودین این پرویز و پونه چجوری با هم دوست شدن. لینکشو میذارم اینجا بگیشید ببخشید. داستان از اونجا شروع شد که امروز با اسنپ اومدم دانشگاه. خب دیگه وقتش از تنهایی در بیام. جا از رانندش خیلی خوشم اومد. متین بود، موقر بود. خب شمارش که افتاده رو گوشید، یه جوری مخشو به کار بگیر. نه دیگه، تماس امن اسنپ رو فعال کرده بودم. نه شماره من واسه اون میفته، نه شماره اون واسه من. چجوری؟ 200 اسمس کردم به 1550. چه باحاله؟ کجاش باحاله؟ گمش کردم. آها، اونجوری آره. اه همین بود. این که پرویزه، بچه های دانشگاه خودمونه. بذار برم باش حرف بزنم. واسا، کجا میخوای بری؟ بذار خودش بیاد سمتت. نه، ولم کن. آقا بله. سلام، درد میکنه؟ مسکن دارین؟ فریدون، ایشون پزشکی میخونن، راه نماییتون میکنن. واسا جامعه دیگه اون امنیت سابقو نداره. خدا رو شکر گمم کرد. تو صبح نون پنیر کافور میخوری؟ آخه ترسیدم. تا حالا هیچ دختری با این سرعت بهم نزدیک نشده بود. گمش کردم. این سری باید با یه بهونه درست حسابی بری. چی مثلا؟ برو جزوه بگیر. راست میگی. آقا هی، شما جزوه استاد تقاقله رو داری؟ خیر. جزوه آقا جندقی رو چطور؟ اونم ندارم. مگه تو اون کلاس نیستی؟ اکثرا خوابم میگیره، نمیتونم جزوه بنویسم. خب پس شمارتون رو بدین جزوه رو که گرفتم واسه شما هم کپی کنم. دست درد نکنه، کلاسا با ساعت خوابم تداخل داشت، کلن حذف ترم کردم. پس چه غلطی میکنی اینجا؟ مسافر خورده اومدم، ببخشید بعد برم. یعنی با آقا محمد خان حرف میزدم یه ریاکشنی نشون میداد؟ ماست. با فالگیر حرف زدم. چی چی؟ دیگه بس، اینقدر خودتو کوچیک کردی. یه وردی خون که قهر خود پرویز بیاد طرفت. اه چه باحال. اومد سنگین باش. خانوم جان، راضی هستین؟ معلومه که راضیم. پس حالا که رضایت داشتین تو اسنپ بهم 5 تا ستاره بدین. مرسی. باید به فالگیر دقیق تر بگم چی میخوایم. فالگیر و زهر مار. درست. بابا تابلو ازت خوشش میاد دیگه، بعد تو خنگ بازی در میاری. این سری تو برو به بهونه جزوه گرفتن باهاش حرف بزن. بلد نیستم آخه از این کارا. بیا این کتاب اصول مخ زدنه، بخون. هر حرفی بعد به دختره بزنی این تو نوشته، حالتهای مختلفش هست. نشستیم دیگه، پاشو بینم. باش. خانوم جان، شما جزوه دارین؟ بله. خب جزوه داری، جزام که نداری. باش به هم بزن با من دوست شو. نه، اون جواب یه چیز دیگه بود. تو هم با این انتخابت ریکت دی. این دوتا انگار قرار نیست با هم دوست شن. اصلا شما خودتون پایان داستان رو انتخاب کنید. دخترم همش ازتون تعریف میکنه، میگه خیلی مأخوذ به حیایید. میگه وقتی سوار ماشینتون شده، شما واسه اینکه معذب نباشه آینه جلو رو کج کردین که رو صورت دخترم نباشه. احسنت. راستش الانم اولین باره دارم مستقیم به چهرش رو نگاه میکنم. باریکلا. از بچگی فانتزیم یه دختر عینکی با موهای رنگ شده بود که خدا رو شکر امشب داره نصیبم میشه. اون ننشه. نه میخوام پیاده شم. حالا میذاشتی فانتزیاشو تا تعریف کنه. بریم بخوابین.